بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با شما هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز برنامه کانون طبق معمول هفتگی ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن و 6 بعد از ظهر به وقت آلمان، دوستان میان و خاطرات خودشون رو به قولی قصه هاشون رو با شماها در میون میذارن و شماها تحقیق میکنید، باشون تماس میگیرید، صحبت میکنید، پرسشی اگه هست میپرسید و نظری اگه هست نظرتون رو میدید. این دوستان در برنامه آینده باز هم با شما خواهند بود. امروز مهمان عزیزی رو داریم، آقای کریم غلامی، قبلا هم مهمان برنامه بودن. ضمن سلام به ایشون ازشون میخوام که با شما دوستان سلام و احوال پرسی داشته باشن و شروع کنن در باره ایشون. فعال حقوق بشر هستن از انجمن فانوس آلمان و امروز تحت 2 عنوان با شما صحبت میکنن، یکی بازتاب عملیات تروریستی اخیر در فرانسه و ربط آن با مجاهدین و دیگری جمع‌بندی از اعمال مجاهدین در سال 2014. میدونید که معمول هست سازمان ها، شرکت ها یه بیلانی، یک به اصطلاح نتیجه کاری آخر هر سال به شرکا، به اعضای خودشون، به مردم میدن. متاسفانه سازمان مجاهدین چون یک سازمان بسته‌ای هست این کار رو انجام نداده و به هیچ وجه خودش رو مسئول نمیدونه و هیچ کاری که سازمان‌های دیگه انجام میدن این سازمان انجام نمیده. به همین خاطر آقای غلامی این موضوع رو برای من و شما باز میکنن. آقای غلامی سلام به شما، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سلام خدمت میکنم از خدمت شما آقای سوزی و همچنین بینندگان عزیز. همونطور که گفتین در هر سیستمی معمولا سالانه یه گزارشی از کارهایی که در یک سال گذشته انجام داده و به اصطلاح بیلان کارش رو میده. متاسفانه ما همچین چیزی از طرف سازمان مجاهدین ندیدیم. من یک سری وقایع رو انتخاب کردم، اونایی که خیلی مهم هستن بهشون میپردازم، بازشون میکنم تا ببینیم که اون چیزی که مجاهدین تو اون ایام اعلام کردن با اون واقعیتی که وجود داره چه تفاوتی داره. موضوع اول من بهش اشاره میکنم، اعلام مرکزیت تو سازمان مجاهدین، در واقع تشکیل مجدد شورای مرکزی مجاهدین، سازمان مجاهدین. اگر به خاطر داشته باشین از سال 1364 سازمان اقدام کرد به حذف مسئولین و مردهای سازمان از سیستمای رهبری و رأس سازمان، که اولین دور مرکزیت سازمان حذف شد که بعدش هیئت اجرایی تشکیل شد، بعد هیئت اجرایی بسته شد، بعد در سال 72 با تشکیل شورای رهبری مرکزیت سازمان منحل شد. من به گذشتش کاری ندارم، مختص می‌پردازم به شورای مرکزی سازمان مجاهدین که سال 72 بسته شد و در سال 2014 دوباره باز شد، یعنی اعلام مجدد، تشکیل مجدد شد. شما میدونید که قبلا هم بهش گفت سر این موضوع صحبت شده، موضوع اصلی تشکیل شورای رهبری در سازمان مجاهدین اون چیزی که مسعود رجوی و مریم رجوی اعلام کردن این بوده که دولت ایران، رژیم ایران رو سرنگون بکنن و آزادی و استقلال رو به ایران برگردن. اون چیزی که همیشه توجیه این قضایا بوده. بعد از گذشت این همه سال ما میبینیم که این نه تنها به هیچ هدفی نرسیدن، بلکه روز به روز با بسته‌تر عقب نشینی های مختلف، قسم پاشیدن سازمان مجاهدین، بسته شدن اشرف، الان هم که داره لیبرتی بسته میشه،
و از یه طرف دیگه شورای ملی مقاومت داره اصلا وام ده. پس در نتیجه اون چیزی که ما به دست آوردیم از تشکیل شورای رهبری ما به امروز نتیجهش نه تنها مثبت نبوده بلکه به عکس بوده. و این که مجددن سازمان اعلام میکنه که شورای مرکزی سازمان مجاهدین مجددن تشکیل شده خودش نشون دهنده اینه که شورای رهبری با شکست روبرو شده. خب چیزی که قبلا منحل شده چرا الان دوباره دارن تشکیلش میدن؟ اگر اون موقع ضرورت نداشته پس الان چه ضرورتی داره که دوباره شورای مرکزی رو تشکیل بدن؟ واقعیتش اینه که یه سری حرکات نمایشیه که فقط بخوان یک جوی رو ایجاد بکنن به نیروهای خودشون که الان اسیر هستن توی لیبرتی و یه جوری گروکشی از اعضایی که توی آلبانی هستن بتونن با این نمایش های مقدار روحیه بدن به نیروهاشون. در حال به طور واقع از اونجایی که من خودم توی مجاهدین بودم میدونم که این چیزا تأثیری روی مسائل نمیذاره، زیرا که موضوع آبرو آفتر از این حرف هاست که سازمان مجاهدین میخواد در واقع مسئول جبل مریم جایی بخوان با این کاراشون کاری رو انجام پیش ببرن. یه نکته جالبی هست توی این رابطه که خود صحبت مریم به خود پیام مسعود جوید در این رابطه است که اعلام بعد از اینکه تبریک گفته از اینکه این خبر رو شنیده شوکه شد. خب اینم ماهایی که تو سازمان مجاهدین بودیم خوب میدونیم که این بالکل غیر واقعی هست این خبر، یعنی مسعود جوید اطلاع نداشته شده و مرکزی رو تو سازمان مجاهدین میخوان تشکیل بدن، شده مرکزی سازمان مجاهدین تشکیل شده. بعد الان مسئول جوید از این خبر اطلاع پیدا کرده. واقعیتش اینه که سازمان مجاهدین هیچ کس حتی خود مریم رجوی حق خوردن آب نداره بدون اینکه از مسئول جوید از قبل اجازهشو گرفته باشن. تمام اینا خط خطوط خود مسئول جوید. این هم نشون دهنده اینه که این یک بازیه برای روحیه دادن و یک نمایشی بیشتر نیست. موضوع دوم بسته شدن پرونده 17 ژوئنه که در خبرش در 16 سپتامبر سال 2014 اعلام شد. خب این خیلی ها از شنیدن این خبر شوکه شدن، زیرا که مسائل خیلی زیادی پشت پرده این خبر باقی موند. خودکشی هایی که در واقع خودسوزی هایی که تو اون دوران انجام شد به هیچ نتیجه نرسید، کسایی که کشته شدن چرا اینها کشته شدن و به دستور چه کسی این افراد مجبور شدن که دست به خودسوزی بزنن. ما خوب به خوبی میدونیم که تو سازمان مجاهدین هیچ فردی خودسرانه هیچ کاری رو انجام نمیده، حتی کار مثبت یا کار منفی، تمام اینها برنامه‌ریزی شده است از طرف مسئولی از بالای سازمان، یعنی از طرف مسئول رجبی مریم رجبی رهبری سازمان رو به پایین اعمال میشه. دستور میدن چه افرادی برن چه کاری انجام بدن، خودسوزی بکنن، دست به اعتصاب غذا بکنن، تظاهرات بکنن یا هیچ کاری نکنن و هیچ واکنشی نشون ندن. به عنوان مثال ما در سال 2003 توی لب مرز ایران و عراق مسلح آماده بودیم، همه تانک داشتن، سلاح داشتن، ولی مسئول رجبی گفتش که ما حتما داریم حتی یک دونه گلوله شکل کنیم. خب کسی این کار را نکرد، با اینکه بمباران شدن مجاهدین، با اینکه تعداد زیادی کشته شدن، با اینکه خیلی از قرارگاه ها از بین رفت، خب مجاهدین هیچ کاری نکردن. پس چجوری میشه که یک موضوع بسیار مهمی مثل خودسوزی افراد خودسرانه و بدون اینکه سازمان بهشون دستور داده باشه، بدون اینکه مسئولیت یا مریم رجبی بهشون دستور داده باشه برن خودسوزی بکنن؟ این موضوع بسته شد و به نتیجه نرسیدیم. و موضوع پولشویی که توی این پرونده وجود داشت، آیا مسئله پولشویی با اون 28 میلیونی که تو قاف صندوق شخصی مریم رجبی پیدا شد این نتیجهش به کجا رسید؟ آیا به نتیجه رسیدیم یا نه؟ واقعش اینه که اینم نه، به هیچ نتیجه نرسیدیم، هیچ جوابی در این رابطه دریافت نکرد.
تحلیل خود من از بسته شدن این پرونده میتونه یک معامله باشه بین رهبران سازمان مجاهدین و غرب، چرا که ما میدونیم از اردیبهشت تا اونجا بیادم یاد سال 2013 که اولین گروه که به لیبرتی اعزام شدن، سازمان مجاهدین سنگ‌اندازی خیلی زیادی انجام داد. خب این روند متوقف شد، یکی دو بار انجام شد، دوباره متوقف شد با سنگ‌اندازی های خیلی زیاد از طرف و مانع تراشی هایی که به وجود میومد. خب ولی بعد از مدتی دوباره دیدیم این روند دوباره شروع شد. البته ما خیلی خوشحالیم که این روند دوباره برگشت، چرا که دوست داریم عزیزانمون، دوستانمون، برادرانمون، خواهرانمون که اونجا اسیر هستن و تهدید اینو دارن که به خاطر ناامنی در عراق کشته بشن، خوشحالیم که اومدن تو اروپا و میتونن باز زنده و سالم هستن. چرا من میگم این یک معامله است؟ ما در باز هم دوباره برمیگردم به سال 2003. بعد از در واقع سال 2003 ارتش آمریکا و همراه متحدینش به عراق حمله کردن. یکی از اهدافی که قرار بود مورد تهاجم قرار بود، خل سلاح بشه، اعضاشون دستگیر بشن، مسئولین فرمانده های اینا، سازمان مجاهدین. خب ما در سال به طور عجیبی متوجه با این موضوع رو روبرو شدیم خیلی راحت، بدون این که بعد از اینکه دولت عراق سرنگون شد هیچ شلیک به سمت مجاهدین صورت نگیره، تمامی مجاهدین در امنیت منتقل شدن به اشرف و همه سلاح ها بدون هیچ موضوعی تحویل ارتش آمریکا قرار گرفت، همه قرارگاه تحویل ارتش آمریکا قرار گرفت و هیچ پیگردی این مسئله صورت نگیره. کسایی که از چه اینترپول چه موضوعات دیگه، هیچ فردی از مسئولین نه دستگیر شد، نه مسعود رجوی، نه مریم رجوی، هیچ کدومشون مورد پیگرد قانونی ارتش آمریکا قرار نگرفت. بعد ها فهمیدیم که این وسط سازمان مجاهدین با ارتش آمریکا معامله کرد بود که نیروها و تمامی سلاحش رو بدون قید و شرط تمام تحویل ارتش آمریکا بده که بتونن مسئولین سازمان مجاهدین که دستشون در خونه، شخص خود مسئول رجوی، شخص مریم رجوی، بتونن در امنیت باشن و تحت پیگرد قانونی قرار نگیرن. خب این هم شاید در آینده ما با افشاگری این داستان بفهمیم که چه معامله پشت قضیه 17 ای رو هم. موضوع سوم، بخشید موضوع سوم، پیام خشونت طلبانه 11 آبان مسعود رجوی در واقع 2 نوامبر سال 2014. خب من خیلی از پیام های مسعود رجوی رو شنیده بودم، چه سخنرانیش که مستقیما ازش دیده بودم، خب شعار مرگ بر سران رژیم ایران، مرگ بر افراد مختلف میداد، ولی این پیام به شکل عجیبی خشونت طلبانه بود، حتی خواهان اعدام مجرمین جنایی توی ایران بود، مثل افرادی که اسید پاشی کرده بودن شعار میداد باید کسی که اسید پاشی کرده اعدام بشه. یعنی خیلی به شکل افراطی مسئول رجوی شروع کرده بود توی این داستان پیام رو میداد. بله، گفته بودن که اسید پاش رو باید کشت، چه با تفنگ چه با مشت. بله، اونقدر من سر این موضوع وقتی که گوش میکردم شوکشتن دوباره برگردونم از اول، گفتم شاید من اشتباه شنیدم، دیدم نه دقیقا همین شعار رو داره توی صحبتاش مطرح میکنه که دونه بدون اسم آوردن از سران رژیم ایران که همه اینا رو باید کشته بشه، مجرمین باید همین اسید پاشی باید کشته بشن، در حالی که جزء قوانین به اصطلاح شورای ملی مقاومت هست که حکم اعدام ملغا هست و چجوری تو
که مسئول شورای ملی مقاومت هستید خواهان اعدام مجرمین هستید. من کاری با سران رژیم ندارم. مجرمین عادی رو چرا تو دارید جذب کنید؟ خواهان اعدامشون هستید. بعد در ادامه دوباره خواهان اعدام و به مجازات رسیدن مخالفین، مخالفین مسئول جدید که بهش انتقاد کردن، یا هر کسی که مثل آقای روحانی، مثل آقای کریمه مثلا که از شورای ملی مقاومت جدا شده، افشاگری کردن. این واقعا نشون میده که مسعود رجوی به انتهای خط خودش رسیده، هیچ حرفی برای گفتن نداره، هیچ چیز جدیدی که بخواد ارائه بکنه، صحبت بکنه، سرش بخواد راهنمود بده، خط بده، هیچ چیزی واقعا تو چندش نداشت، فقط همون ماهیت درونی که خودش داشته و موضوع خشونت طلبانش، خشونت طلب بودنش، خواهان کشته شدن همه که خودش به قدرت برسه، همین رو نشون داد. و خیلی جالبه عکس همه اعضای کسایی که به اصطلاح ما میگیم جدا شدگان، عکس تک به تک جدا شدگان رو نشون داد. بعد خواهان کشته شدن اینها و به مجازات رسیدن این افراد توی خارج اروپا بودن. این نشوننده چی هست؟ واقعا میدونم که شما چندین بار قطعاتی از این پیام رو پخش کردیم، کار خیلی جالبی بود. از شنونده ها و بیننده های عزیزم میخوام که یک بار این پیام رو ببینن و ببینن که تای خط سازمان مجاهدین که ادعای دموکراسی و آزادی برای مردم ایران داره چی هستش. حتی یک منتقد، حتی یک کسی که از سازمان ایراد میگیره، حتی انتقادهایی که مثبت هست، آقا این کارتون اشکال داره، این کارو بکنیم بهتره، این افراد رو هم تهدید میکنن. چجوری میتونه این طرز تفکر برای جامعه ایران آزادی، سکولار، دموکراسی، رفاه و اون خواسته های مردم ایران رو بیاره؟ واقعا همچین چیزی نیستش و تای خط مسئول رجوی در تفکرش این حرفاش در اومد و اون ماهیت درونیش رو بیرون ریخت. البته به نظر من این صحبتی که کردن به ضررشون تموم شد، چون قبلا 50 نفر نامه نوشتن به رئیس جمهور فرانسه، الان گویا 78 نفر نوشتن و این یه مدرک داد دست دیگران که هنوز هم اینا دنبال ترور و کشت و کشتار هستن و میخوان به این وسیله قدرت رو به دست بیارن، نه با روشی دموکراتیک و به اصطلاح اون چیزی که فرانسه هم باهاش روبرو بود چند مدت پیش. درصد من فکر میکنم شخصا این یه کاری بود که عجولانه انجام شد و به ضرر خودشون تموم شد. آقای غلامی متاسفانه مثل که اینترنت شما یه اشکالی پیدا کرده، هم تصویرتون فریز میشه هم صدا. میخوان یه بار دیگه با هم به اصطلاح تماس بگیریم، شاید این دفعه بهتر باشه. بفهم.
خب بینندگان عزیز از شما عذر میخوام، به دنباله صحبت‌های آقای غلامی توجه میکنیم. بفرمایید. بله، همونطور که داشتم میگفتم من تأکید میکنم صحبت شما رو. سران رهبرهای سازمان مجاهدین هیچ اطلاعی در رابطه با طرز تفکر مردم ایران، طرز تفکر جوانها ندارن، چرا که مردم ایران اساساً دنبال خشونت و این سیستما نیستن. درسته خواهان آزادی، دموکراسی برای ایران هستن، خواهان تغییر دولت ایران هستن، ولی این دو با خشونت، با سلاح، با کشتار خواهان نیستن، بلکه از طریق شیوه های دموکراتیک، درسته بهای خیلی زیادی در این رابطه می‌پردازن، از شرکت در انتخابات، فعالیت های سیاسی که تو جامعه ایران دارن، چه دانشجوها چه جوانان به طور عموم، ما میبینیم که روند جامعه ایران به شکل دیگه است، روند سازمان مجاهدین به شکل دیگه، به شکل خشونت آمیزه. بله، من دوباره حرف شما تأیید میکنم، این صحبت های مسئول جدید به شدت به ضرر خودشون شد و ماهیت درونی خودشون افشا کرد. موضوع بعدی، محور چهارم، شروع مجدد اعزام اسیران لیبرتی به اروپا. همونطور که تو صحبت هم گفتم، از اردیبهشت سال 92 در واقع آپریل 2013 اولین گروه اسیران توی لیبرتی تونستن به اروپا، به کشور آلبانی منتقل بشن، که این خبر خیلی خوشحال کننده بود. همه ما خوشحال شدیم، بعضی موضوع استقبال کردیم، با نظم نگاری به دولت آلبانی خواهان شدیم که امکانات خیلی بیشتری در اختیار اینا بذارن، اینا رو به عنوان پناهندگان سیاسی به رسمیت بشناسن و زودتر موضوعات اقامتی و قانونی اینا رو انجام بدن. ولی خب ما توی مدت با کارشکنی ها، سنگ افدازی ها و موضوعاتی که سازمان مجاهدین به وجود می آورد که این روند انتقال اعضا به اروپا دچار گسستگی و شکست بشه. ولی خب دوباره مجددن خوشبختانه خبر اعزام نیروهای جدید رو به آلبانی رو شنیدیم. این هم یه واقعیتی نداره که اعضای سازمان مجاهدین، اونایی که اسیر هستن در لیبرتی و در چنگال مجاهدین هستن، از روند که سازمان مجاهدین به شکل ادامه داده خسته شدن، چون اگر اینها خودشون خواهان نبودن که به اروپا برن، هیچ وقت کسی نمیتونست اینها رو منتقل کنه. در نتیجه این افراد میخوان زندگی آزاد در رفاه و آرامش داشته باشن، که البته استقبال میکنیم و امیدواریم که بقیه کسایی که توی لیبرتی اسیر هستن هنوز به اروپا بیان، ما اونها رو ببینیم و از اینکه جون سالم دارن زنده هستن خوشحال میشیم. محور پنجم، خیمه‌شب‌بازی ویلپن. خیلی جالبه، ما تو این دوران تابستان به مدت 4 ماه توی شهر نورنبرگ چادر اعتراضی داشتیم برای در واقع فعالیت حقوق بشری و انسانی برای پناهنده ها. توی این مدت چندین بار دیدیم که اعضا و همون کسایی که مال به اصطلاح حقوق بگیرای مجاهدین اومدن تو چادر ما و به جای اینکه به حمایت کنن از این حرکت حقوق بشری به انسان دوستانه، از آدم های اینا میخواستن که بانشن برن فرانسه توی این تظاهرات شرکت کنن. افرادی بودن اونجا افغانی بودن، آفریقایی بودن و سایر کشورهای دیگه. این هیچ کدوم از این آدم ها ایرانی نبودن و جا
در یک جای دیگه ما یه تظاهرات داشتیم، دوباره این اعضا اومده بودن از این افراد در واقع این پناهنده ها رو میخواستن که برن اونجا. تو اولین دور که دو تا آقا اومده بودن اونجا که تبلیغ میکردن برای چیز، به پناهنده های افغانی که اونجا بودن گفتن که شما بلنشین برین فرانسه تو تظاهراتون برنامه شرکت کنین، ما به طور ویژه شما رو منتقل میکنیم اونجا، خیالتون راحت باشه، تو مرز اینا براتون مشکل پیش نمیاد، زیرا که نمیدونم چقدر میدونید در آلمان افرادی که پناهنده هستن از یک محدودهی که به اصطلاح لندکرایز بهشون یعنی اجازه خروج ندارن، بایستی اجازه بگیرن، بخصوص چه برسه به اینکه کشور آلمان رو ترک بکنن برن یک کشور دیگه. سازمان اونقدر براش مهم بود که این افراد رو با امنیت برداره از اونجا، یعنی از شهر نورنبرگ ببره فرانسه، که دوش آفریقایی بودن، دوستان افغانی بودن و از چند تا کشور دیگه. بهشون گفته بودن که شما برین اونجا، ما براتون هتل 4 ستاره یا 5 ستاره میگیریم، همچنین که شما از اونجایی که پناهنده هستیم براتون هدیه ویژه هم داریم و تمام هزینه‌هاتون هم پرداخت میشه. خب اگر این سیستم، این برنامه واقعیه و اینکه یک حرف درستی میخواد بزنه، نیاز نیست که به افراد بیایم بگیم که بهتون پول میدیم، هتل 4 ستاره 5 ستاره در اختیارتون قرار میدیم، هدیه ویژه قرار بهتون میدیم که بیاین تو این برنامه شرکت کنیم، در حالی که ما خودمون تو این تظاهراتی که تو این 4 ماهی که برگزار کردیم، افراد از شهرهای مختلف آلمان میومدن خودشون مشتاقانه پولشون، پول بلیت رفت و برگشتشون و هزینه موندنشون رو میپرداختن که بتونن بیان تو این حرکت حقوق بشرانه و انسان دوستانه شرکت بکنن، ولی سازمان مجاهدین یاد به این افراد با به اصطلاح با رشوه دادن برشون میداره میبره توی این جلسه ایران. خب اگه فیلماش هم شما دیده باشین، بخش شاید بخش خیلی کمی از این جمعیت ایرانی بودن که همون هایی هستن که یا خود جیرواج بگیره های خود سازمان بودن یا افراد عادی که بهشون پول داده شده بود که بتونن بیان این سفر انجام بدن. یه واقعیت هم هستش که پناهنده ها توی اروپا و آلمان از مشکلات جدیشون مسائل مالیشونه و محدوده خیلی کوچیکی که میتونن مسافرت کنن. خب خیلی خوشحال میشن که بتونن رایگان برن یک جای دیگه رو ببینن، مثلا فرانسه رو ببینن. برای همین این افتضاح خیلی بزرگیه، یعنی یک برنامه ضد ایرانی، ضد ملی، ضد میهنی. بعد توی یه جایی دیگه سازمان مجاهدین در جواب به این موضوع گفته بود که اینها برادران مثلا افغانی یا برادران آفریقایی یا برادران کوزوویی ما هستن، اینا ایرانی نیستن، ما نمیتونیم به اینا بگیم برادر یا خواهر. درسته میتونن هم شهروندان و کشورهای مورد مختلف هستن و خیلی هم مورد احترام هستن، ولی اینکه ما اونا رو به عنوان ایرانی جا بزنیم بگیم برادر ما هستن فرق نمی کنه، نه، این واقعیت نیست. این جلسه ایرانی بود، موضوع ایرانیه، پس باید ایرانی ها تو شرکت کنن. شرکت 90% 95% از خارجی ها تو این جلسه نشون میده که این سازمان کوچکترین جایی در میان مردم ایران نداره، نه تنها محبوبیت نداره بلکه منفوره، بلکه همه عملکرد این سازمان رو نفی میکنن، ازش دوری میکنن، خیلی جاها حتی لعنت میکنن، میگن که اینها جوانها رو، مردم ایران رو به کشتن دادن. فرق نمیکنه چه اونایی که اعضای مجاهدین بودن چه اونایی که طرف رژیم ایران بودن. محور ششم من میپردازم به موضوع پیام تأسیس شورای به اصطلاح ملی مقاومت. این مسئول جوید تو این رابطه یک پیام خیلی طولانی داد، ببخشید من به جزئیات این مطلب زیاد نمی پردازم، ولی بر اساس
فسبندی که خود مسعود رجوی کرده بود دونه به دونه من در نوبت به شما جواب میدم. فصل اول تشدید شکاف در حرم قدرت و شکست مانور روحانی. موضوع شکاف در حرم قدرت، مسعود رجوی همیشه مدعی بود که از سال 1360 که آقای بنی صدر رو از تهران بعدش برد پاریس، در حرم قدرت ایجاد شکاف کرده و هر سال که میگذره در پیام‌های مختلف مثل 23 بهمن و یا مثل همین پیام خشونت طلبانه که در 11 آبان مطرح کرد، این شکاف عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. من نمی‌دونم چرا بعد از 33 سال این شکاف هنوز تو سره، این شکاف نیومده این هرم قدرت رو اصلا بپاشونه. معمولا وقتی که یه شکاف من ماکسیموم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال این دیگه باید از این قدرت هیچ چیزی باقی نمونه، ولی چجوری 33 سال گذشته هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه این شکاف تو هرم قدرت خود مجاهدین اصلا پاشیده. واقعیت اینه که هنوز دولت ایران سر جاشه، مجاهدین دارن از هم میپاشن، شورای ملی مقاومت از هم پاشیده. وقتی که کسایی مثل آقای کریم قصیم و محمد رضا روحانی، کسایی که ما همیشه میبینیم که اینها اصلی ترین نفرات بودن توی تظاهرات، تو برنامه های مجاهدین، چه تو برنامه های تلویزیونیشون، به طور آتشین از مجاهدین و به خصوص مریم رجوی، مسعود رجوی دفاع میکردن. وقتی این دو نفر رفتن و اومدم شروع کردم به افشاگری کردن، خب واقعیت اینه که شکاف در حرم و قدرت مجاهدین موجب متلاشی شدن و از هم جر خوردن شد. من یادم 2 سال قبل در رابطه با موضوعی که خود آقای کریم قصیم نوشته بود تو صحبت صبح بقیه برنامه تلویزیونی، گفته بود که ورود به مجاهدین سخته ولی خروج از مجاهدین آسانه، که من در جوابشون یک مقاله نوشته بودم، گفته بودم که موضوعات رو باز کرده بودم که نخیر اینطور نیست. یک سال بعد ایشون تقریبا یک سال و یکی دو ماه بعدش ایشون از شورای ملی مقاومت جدا شد. بلافاصله با جدا شدنش با توهین، فحاشی و یک موضوعاتی که واقعا به دور از عرف یه همچین چیزا سازمان‌ها و احزاب هست، بیاد یک فردی که در یک نامه خیلی محترمانه بدون اینکه هیچ حرفی بزنه، بدون اینکه به سازمان انتقادی بکنه، با دلایل خودشون اعلام کردن که از شورای ملی مقاومت جدا شدن. بلافاصله سازمان مسئول تایی برمیدن شون میکنه به اینا فحاشی کردن و اینا رو موزول و خائف خطاب میکنه. در واقع باید بگیم که شکاف در حرم قدرت شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدی اینجوری به این موضوع رو نگاه میکرد. میبخشید. آقای غلامی، من عذر میخوام ازتون، دوست داشتم خودم از شما سوال کنم شما وضع سلامتی تو اینها به چه صورت هست کلا؟ وضع سلامتی خودتون، چون میدونیم که شما دفعه قبل که اومدید روی صندلی چرخدار بودید و اینها، عکساتون هم با صندلی چرخدار هست و اینها، یه مقداری از حال و اوضاع خودتون بگید. ضمن این که دوستان سوال میکنن درباره آقای قصیم و آقای روحانی که صحبت کردید و شما کلمه مزدور رو به کار بردید، سازمان مدارکی رو به اصطلاح منتشر کرده و گفته که آقایان، مدعی شده که آقای یغمایی صدها هزار دلار به آقایان قصیم و روحانی 1,200,000 دلار در عرض چند سال گذشته مواجب پرداخت کرده است. یعنی اینها اگر واقعا حقوق گرفته باشن، اون کلمه مزدوری رو که سازمان مجاهدین میگه، خب به درستی خود اینها بودن و هستن. حالا دیگه این وظیفه آقایان دکتر قصیم و آقای روحانی هست که این رو با مردم بیان خیلی رو راست صحبت کنن
و به دیگران هم بگن و این ماجرای پول گرفتن، چون ما میدونیم خواننده‌هایی بودن پول میگرفتن، افرادی بودن حقوق بگیر بودن، اینها رو اگه لطف کنید. و عذر میخوام که من احوال شما رو الان پرسیدم، چون خودم به فکر این بودم که اول برنامه بپرسم ولی کلا فراموش کردم، شاید چون شما رو دیدم که اینجوری خیلی خوب و سر حال نشستید کلا یادم رفت. بفرمایید. خواهش میکنم. من البته بعد از اینکه آلمان اومدم، توی دو سال اول من دو تا عمل جراحی خیلی سنگین داشتم، چون من مشخص بود در سال 2005 و به دلیل عملیات جراحی تو عراق صورت گرفته بود و با امکانات که اونا داشتن این موجب عفونت شده بود و موجب از بین رفتن استخونه رون پام و بخشی زیادی از لگن پام شده بود که اینجا عمل کردم، دوباره بهبود پیدا کردم و الان میتونم مقدار کمی با استفاده از عصا راه برم، ولی خب همچنان من با ویلچر تردد ما انجام میدم. ولی در آخرهای صحبتم میپردازم به همین موضوع فعالیت های حقوق بشریمون. ولی در 4 ماهی که ما توی نورنبرگ، شهر نورنبرگ، چادر اعتراضی داشتیم و توی این چادر 24 ساعته اونجا بودیم و آخرش هم دست به اعتصاب قضا زدیم برای فعالیت هامون، من این مقدار راستش وضعیت فیزیکیم کاهش پیدا کرده، اونجا که قبلا توی قفسه سینم گلوله خورده بود یه مقدار نفس کشیدن برای من سخت‌تر شده، وقتی که یکمی صحبت میکنم نفس کم میارم، ولی در مجموع به وضعیتمون خوبه و ممنونم که سوال کردید. ولی میپردازم به سوالتون. من راستش اینم یکی از چیزهای دیگه که شوکه کننده بود برای خود من، سازمان مجاهدین پرداخت به موضوعی که به این افراد پول داره، یعنی اگر به این مثل آقای یغمایی، کریم قاسمی و آقای روحانی به اینا پول داده، پس به بقیه اعضاش هم پول داده و حالا چه میزان بماند که در آینده اینها روشن خواهد شد. این دو تا نکته داره. نکته اول این که ما همیشه طی این سالیان که به اصطلاح جنبش‌ها در رابطه با این که همه کارهای سازمان، کسایی که از سازمان حمایت میکنن، چه پارلمانترها، چه ژنرال‌های بازنشسته آمریکایی، چه اعضای خود شورا، اینا با پول این کارها رو انجام میدن، فی‌البداهه به علاقه شون نسبت به سازمان نیست. سازمان مجاهدین با بیان کردن این حرفایی که ما طی سالیان گذشته در این رابطه رو زدیم تایید کرد و این خودش مثل همون سخنرانی مسعود رجوی که پیام خوشنط آمیز داشت، این تایید حرفای ما یک چیزی سندیت پیدا کرد نسبت به حرفای ما و دیگران بفهمن که مدرکی باشه آقا این افراد موزور هستن، این افراد با پول کارهاشون رو پیش میبرن، اون میتینگ های بزرگ، اون افرادی رو که میارن روی سن، اینا همشون موزور هستن و با پول به خاطر پول میان از سازمان و مسعود رجبی یا مریم رجبی حمایت میکنن، هیچ علاقه نسبت به این افراد ندارن. ولی نکته دوم که هستش، من فکر میکنم این درست کارشون به ضدشون میشه، ولی یه مقدار عمیق‌تر به این فکر کنم قضیه نگاه کردم، به این جنبش البته نگاه نکردم، اینکه تهدیدی بود به افسایر افراد دیگه که تو شورا هنوز هستن، مثل آقای هزارخانی و بقیه، که آقا حواستون باشه اگه شما بخواین از این شورا جدا بشین، ما تمام حسابایی که به شما پرداخت کردیم رو میکنیم. خب البته خیلی خوب میشه که سازمان شروع کنه همه این پولایی که به دیگران داده، به این جنرال های بازنشسته آمریکایی، به این پارلمانتاریست ها که به اونایی که پول داده، این همشو رو بشه، مردم خواهند دید که سازمان این حرفایی که ما در تو سازمان مجاهدین زدیم تا چقدر درسته. البته هرچقدر که میگذره خیلی از صحبت های ما رو سازمان مجاهدین خودش داره
با سند و مدرک نشون میده که حرفایمون درسته. مثل اینکه ما همیشه میگفتیم جدا شدن از سازمان جدید کار سختیه، در جدا شدن آقای کریم قاسمی و آقای روحانی نشون داد که آقا کار ساده‌ای نیست از مجاهدین جدا شدن، باید بهای خیلی سنگینی بپردازید، تخاشی، تهدید و موضوعات دیگه رو که باید به جون بخری که سازمان مجاهدین همچین کاری رو انجام. اگه من جوابتون رو داده باشم. بله بله، بسیار ممنونم. و این جالبه که اینهایی که از دیگران پول میگیرن از صدام حسین گرفته، اون از اونها فیلم تهیه میکنه بعدن پخش میکنه، مجاهدین الان این کارو میکنن و این دیگه کم کم رسم شده و مردم باید مواظب خودشون باشن. یکی از دوستان میگن که شما یکی دو بار اشاره کردید که فعالیت های حقوق بشری داشتید در نورنبرگ. اتفاقا شما اسم نورنبرگو که آوردید یاد من انداختید، زمانی که آلمان بودم هم دادگاه نورنبرگ و هم دادگاه زیندورف رو رفتیم و اونجا چه خاطراتی. سوال میکنن که یه مقداری از فعالیت های حقوق بشریتون بگید که هدف چی بوده و چه کار کردید و چی شده. بله، واقعیت اینه که از سال 2012 پناهنده هایی که توی آلمان بودن شروع کردن به یک سری فعالیت های ضد قوانین برده کشانه از پناهنده ها. چرا میگم برده کشانه؟ ببینید، توی یک فردی که وارد آلمان میشه، من سایر کشورها رو نمیگم چون مختص من خودم تو آلمان زندگی میکنم، به قوانین آلمان اشاره میکنم. یک فرد وقتی که وارد آلمان میشه به مدت 4 سال حق کار نداره. کاری هم که اگه بکنه در حد به اصطلاح کار 1 اوروی میگن، یعنی 1 ساعت کارش معادل 1 اورو خواهد بود. برای سوسیال کار میکنه و اونا مشخص میکنن که این افراد برن کجا کار کنن. این یک موضوع. موضوع دوم محدودیت تردد، لند کرایزی، اون محدودیه که افراد میتونن ازش تردد خارج میشن. معمولا مثلا به یک استان منتهی میشه. من که تو شهر نورنبرگ هستم، به اصطلاح من استان میتل فرانکن هست، یک ماکسیموم مثلا 20 کیلومتر 30 کیلومتر از خود شهرم میتونم فاصله بگیرم. اگه بیشتر بشه این جور محسوب میشه و با جریمه های سنگین و پیگرد قانونی و در ادامه در کیسش در اقامتش تاثیرات منفی خواهد داشت. موضوع بعدی اجبار در زندگی در هایم ها هست، هایم های پناهندگی. افراد حق داشتن خونه شخصی در آلمان ندارن. گرفتن خونه کار خیلی سختی هست، باید افراد برن دکتر، دلایل پزشکی بیارن، اون هم با کلی درنده خیلی طولانی، چند ماه، چند سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال افراد باید بودن که بتونن اجازه خونه بگیرن در آلمان. بعد موضوع چهارم بسته های غذایی هستش که به پناهنده ها داده میشه. تا سال 2012 به افرادی که در آلمان بودن ماهانه 40 اورو داده میشد به پناهنده ها و در ماه بقیه بهشون بسته های غذایی داده میشد هفته 2 بار. این بسته غذایی ثابته، مثلا 2 تیکه مرغ، یه مقداری سبزی یا کره و پنیر، و خیلی محدود این جنس ها برای پناهنده داده میشون. موضوع پنجم طول کشیدن اقامت، یعنی پاسخ گرفتن برای اقامت در آلمان. از سال 2012 که این روند مبارزه سیاسی و حقوق بشری شروع شد، ما کارهای خیلی زیاد کردیم، مثل راهپیمایی هایی بین شهرها، مثلا از مونشن راهپیمایی شروع می شد تا برلین، یا بعضا حتی کشورهای همسایه این راهپیمایی ادامه پیدا می کرد. چادرهای طولانی مدت در برلین و مونشن داشتیم، دست به اتضاوت رو زدیم. مونشن همون مونیخ خودمونه دیگه. بله مونیخ، بله ببخشید مونیخ. سال 2014 این فعالیت گسترش بیشتری پیدا کرد. ما همزمان در 3 تا شهر
آلمان فعالیتمون رو شروع کرد. در شهر نورنبرگ که خود من بودم، در شهر وورسبورگ تعدادی دیگه از دوستان ایرانیمون، در شهر بایروت تعدادی از دوستان آفریقاییمون که عمدتا اهل بودن، ما این فعالیت رو شروع کردیم با زدن دور و موندن در مدت 24 ساعته. چادری که ما در نورنبرگ زدیم در واقع مرکز این فعالیت همون بود که با مدت 4 ماه این چادر دوام پیدا کرد و در نهایت ما دست به اعتصاب قضا زدیم، چون توجه کسی به این موضوع توجه می شد از طرف مقامات آلمانی ولی به طور جدی نبود. بعد از این اعتصاب قضا بودن یک هفته 7 روز طول کشید، 2 روزش اعتصاب تر بود یعنی آب می‌خوردیم، 5 روز بعدش ما اعتصاب قضای خشک داشتیم یعنی حتی آب هم ننوشیدیم، که تعدادی از دوستامون از جمله خود من به بیمارستان منتقل شدیم. از طرف کلیسای کلیسای افانگلیج نورنبرگ با درمیانی شد که ما اعتصاب قضامون رو بشکنیم و مسئولین آلمانی از جمله شهردار نورنبرگ به اصطلاح میگن او بورگمستر، یعنی کسی مسئول همه شهردارهای این منطقه هستش و خود رئیس بوندسامت، بوندسامت یعنی منطقه مسئول کسایی که کل امور پناهندگی آلمان، با اینها قرار ملاقات داشتیم، با اینها مذاکره بکنیم. ما مسائلی که الان برای شما مطرح کردم در اختیار اینها گذاشتیم و گفت خواهان برداشته شدن اینا شد. ما گفتم که در سال 2012 تا سال 2012 افراد 40 حقوق می‌گرفتن که بعداً این حقوق افزایش پیدا کرد تا 150 حقوق رسید، بعد ولی همچنان پاکت غذایی دوام داشت. ما امسال به این با تظاهرات های خیلی بزرگی که داشتیم چه در شهر نورنبرگ، چه در وورسبورگ، چه بایروت و چه در مونیخ مونشن، چندین بار شاید ده ها تظاهرات بزرگ داشتیم، افراد خیلی زیادی اومدن از ما حمایت کردن، احزاب بزرگ سازمان و سازمان های بزرگ آلمانی مثل حزب چپ آلمان، مثل مثل حزب سبز آلمان و همچنین کلیسای ایفانگلیز به اصطلاح کلیسای پروتستان آلمان از ما حمایت کردن و اعصاب خیلی کوچیک و چیزای دیگه هم با ما همراهی کردن. نتیجه این فعالیت 4 ماهه ما شد این که قانون کار که 4 سال بود به سه ماه رسید، یعنی فردی که وارد آلمان میشه بعد از 3 ماه میتونه وارد بازار کار بشه، یعنی بره خودش کارشو پیدا بکنه، هر شهری که میخواد باشه، محدودیتی در این رابطه نیست. موضوع بعد برداشت شدن پاکت های غذایی که بخش عظیمی از ایالت بایر که من توش هستم برداشت شد و چون شهر به شهر برمیداشتن، شهر نورنبرگ آخرین شهریه که پاکت غذایی ازش برداشت شد که آخر این ماه این پاکت غذایی هم اینجا در شهر نورنبرگ برداشت میشه. محدودیت تردد از سال 2015 به کل برداشت شد، یعنی تمام کسایی که وارد آلمان میشن بعد از 4 ماه اجازه دارن که در سرتاسر آلمان تردد بکنن بدون اینکه نیاز به اجازه گرفتن داشته باشن. و خوشبختانه تعدادی از دوستامون هم که اقامت نداشتن در همین اعضای چادر بودن، تو این چادر 24 ساعت زندگی کردن، اینا اقامتشون رو گرفتن. البته این رقم رو به جلو هست و افراد بیشتری جوابشون بیاد و اقامتشون بگیره و بتونن به زندگیشون بپردازن. این مجموعی از فعالیتی بود که من تونستم در اختیار شما بذارم. بسیار ممنونم از توضیحتون. اجازه بدید چون شما در رابطه با آقای
دکتر قسیم صحبت کردید و ماجرای این که رفتن به سازمان مجاهدین مشکل هست ولی بیرون آمدن آسون، حداقل ایشون اینجوری فکر میکرده اون موقع. دوستمون آقای شیرزاد جلیلی که خودش هم از سازمان مجاهدین بوده و الان هم در سوئد هستن، ایشون نوشتن که آقای دکتر قسیم در مصاحبه با بی بی سی چند سال پیش گفت که ورود به مجاهدین سخت است ولی بیرون آمدن از آن آسان و راحت. من به بی بی سی زنگ زدم گفتم بیا تا من حقیقت را به شما بگویم. آقای دکتر قسیم باد هوا صحبت میکنه. بی بی سی شماره تلفن من را گرفت و به من گفتن که با شما زنگ میزنم ولی خبری نشد و نگذاشتن من حرفم را بزنم که ما برای خروج از مجاهدین چه بدبختی ها کشیدیم و چه زندان هایی کشیدیم. 15 روز در بنگال زندانی بودم و بعد مرا بردن به زندانی به نام مهمانسرا که یک ماه آنجا بودم تا اینکه دیدبان حقوق بشر دخالت کرد و آمد بازدید ما و من را بیرون آورد. در همین رابطه من مصاحبه آقای جعفرزاده رو دیدم که آقای سبحانی تماس گرفتن با تماس نگرفتن روی خط بودن و این یه جوری بیژن فرهودی به قول معروف تریک زده بود با آقای جعفرزاده و گفته بود شما که میگید زندانی ندارید و بازداشت ندارید و اینها، بفرمایید این آقای سبحانی. و آقای سبحانی چقدر قشنگ توضیح دادن که شما که بعضی از ما رو متهم میکنید که به ایران رفتیم، خب بیان بگید که شماها سر ما معامله کردید با اسرا و با صدام و با ایران و ما رو تحویل ایران دادید. در هر صورت بازی زشتی رو که اینها شروع کردن و زشتر اون که این بازی رو دارن ادامه میدن با اونهایی که ازشون جدا شدن و میبینیم که هر روز این وضع بدتر و بدتر میشه و فقط به ضرر خودشون تموم میشه. من لازم دونستم این نوشته آقای جلیلی رو هم با برای شما بخونم. بفرمایید. اگر اجازه بدید من به پیام مسعود طبی در رابطه با سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت بپردازم. بحث سوم اقتصاد فلج شده، فساد حکومتی و پتانسیل انفجاری جامعه. خب این وضعیت اقتصادی کشوری بسیار ناگواره. متاسفانه فرد در جامعه ایران بیداد میکنه، بیکاری و مسائل دیگه. ولی من به موضوع عملکرد سازمان مجاهدین در نقطه اشاره میکنم. یکی از کسایی که همیشه خواهان تحریم اقتصادی در ایران هست سازمان مجاهدین و شخص خود مسعود جلیلی. و سال قبل که دوباره سازمان ملل، بخش سازمان ملل گفتم من دقیقا یادم نمیاد کدوم ارگان بود که تحریم های اقتصادی رو دوباره در رابطه با ایران وضع کرد، یعنی تمدیدش کرد و مجاهدین در این رابطه خوشحال شدن و جشن گرفتن. واقعیت اینه که بهای این تحریم های اقتصادی رو کی میپردازه؟ مردم ایران، همین مردم فقیر ایران که مجاهدین الان مسعود جلیلی الان داره توی این صحبتاش اشاره به این موضوع میکنه و میگه تورم اقتصادی، بیکاری وجود داره. خب شما خودتون به این موضوع دامن میزنید و خواهان تحریم اقتصادی در جامعه ایران هستید. یکی از مشکلات گرانی و تحریم ها و بیکاری همین تحریم اقتصادیه که توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی روی ایران صورت گرفته. خب اگر میگید که اقتصاد ایران فلج شده، خب شما از این موضوع خوشحال هستید، چرا الان اینو دوباره برداشتین و چماق میکنید سر دولت ایران؟ فصل پنجم، رژیم ولایت فقیه در باطلاق سوریه و انزوای آن در جهان عرب. البته این موضوع من نمیدونم چه ربطی به تأسیس شورای ملی مقاومت داره، چون موضوع سوریه و اون در جد
و انزوای دولت ایران در جهان عرب. اگر مسعود ادبی راست میگه، خب یه خورده به انزوای شورای ملی مقاومت و حسن پاشیدنش و همین افشاگری هایی که خودشون میکنن پول دادن به اینا، راجبه این موضوع میپردن. جنگ غزه را هم که بگذاریم، باز اون نمیدم چرا بینا داره. فصل هفتم، مبارزه بدون تزلزل برای سرنگونی حمایسه پایداری در اشرف و لیبرتی. فصل هفتم صحبت های مسعود ادبی. واقعیت اینه که فرهنگ صحبت‌های مسعود ادبی رو باید سیما برعکس بخونیم. از همه گسیخته اینجا اشاره میکنه مبارزه بدون تزلزل. خب الان ما بخش اعظم مجاهدین الان اصلی کسایی که اصیل بودن سالان مجاهدین به آلبانی منتقل شدن. شورای ملی مقاومت در واقع همون ارگان اصلی سیاسی که بیرون راج بهش اشاره میکنن و میدن، این هم که دوتا از اصلی ترین نفراتشون، دوتا از در واقع برندگوهای سازمان مجاهدین در رو به بیرون، رو به مردم، رو به جامعه جهانی، این دوتا نفر از سازمان مجاهدین، از شورای ملی مقاومت یا از سازمان مجاهدین جدا شدن. پس این در واقع از هم گسیختگی شورای ملی مقاومت، نه تزلزل در مبارزه بدون تزلزل. اگر موضوع خود سازمان مجاهدین هم نگاه کنیم، هرچند این پیام در رابطه با شورای ملی مقاومت بود، مجاهدینی مبارزه‌ای در سازمان مجاهدین وجود نداره. مبارزه در سازمان مجاهدین از سال 2003 دیگه به نقطه صفرش رسید. همه توی اشرف بودن، کسی هیچ کاری نمیتونست بکنه، از آدم ها بیکاری میکشیدن. قبلش ممکنه عملیات های نظامی بود، قبلش ممکنه در دوران جنگ فعالیت های نظامی داشتن. اگر اسم های اینا رو بذاریم مبارزه، دیگه در سال 2003 دیگه تموم شد، برای همیشه سازمان مجاهدین تموم شد. دیگه مبارزه بدون تزلزلی در رابطه با سازمان مجاهدین وجود نداره. شورای ملی مقاومت هم که خودشون دارن اینجوری اشاره میکنن، 1,100,000 عددهای عجیب غریبی از پولی که به این افراد، برای اینکه این افراد رو موضوع خودشون بکنن و کنار خودشون بگذارن، در حالی که کسایی که در خود سازمان مجاهدین بودن، من الان یک مجموعه مقالات در رابطه با تاریخچه زندگی خودم رو دارم می‌نویسم، به این موضوع خیلی چیزی اشاره کردم. بعدا یکی از دوستان بهم در رابطه گفتش که موضوع گرسنگی در سازمان مجاهدین یک چیز خیلی جدیه. اگر سازمان مجاهدین همچین پولایی داره به این افراد میده، چرا اعضای خودش همیشه توی سازمان مجاهدین گرسنه هستن؟ درسته وعده‌های غذایی بود، ولی وعده‌های غذایی اونقدر کم بودن که حتی افرادی که کم غذا می‌خوردن اونا هم سیر نمی‌شدن، چه برسه به افرادی که غذای بیشتری نیاز داشتن. با کسایی بودن که کار فیزیکی می‌کردن، مثلا روزانه 12 ساعت کار فیزیکی، چه بیل زدن، چه کار با روی تانک‌ها و کار نظامی نیاز به انرژی زیاد داره. هیچ وقت هیچ فردی توی سازمان مجاهدین سیر نمی‌شد موقع صرف صبحانه یا صرف نهار یا صرف شام. همیشه آدم ها گرسنه بودن و یکی از موضوعاتی که همیشه در سازمان مجاهدین مطرح بود گرسنه بودن افراد. آدم ها انتقاد میکردن غذا کمه، نمیدونم نون نیست، این میزانی که میدن ما سیر نمیشیم، در طول روز با ضعف روبرو هستیم. موضوع پوشاک و بقیه مایحتاج های لوجستیکی آدم ها به یه طرف دیگه، اگر با درصد خیلی کمی از همین پولایی که به این افراد داده شده اونا رو موضوع خودشون کردن، میتونستن به اعضای خودشون بپردازن. الان اعضاشون همشون، 5 سال پیش من توی سازمان مجاهدین بودم،
2009، نوروز سال 2009، حتی مسئولین، کسایی که از اونجا که هنوز توی لیبرتی هستن و تهدید راجعشون هست، من نمیتونم اسمشون رو بیارم، مسئولی که کنار من نشسته بود، آدم شناخته شده ایم تو سازمان مجاهدین بود، از صحبت های مسئول رجبی بیزار بود، گفت چی داره میگه، ما با خسته شدیم ولمون کن بریم، دقیقا این جمله بود که گفت. بعد این تزلزل تو سازمان مجاهدین، از هم پاشیدن خود اعضاشون، ناراضی بودن اعضاشون حد مرزی نداره. اینها الان کسایی هم که توی آلبانی هستن و به اصطلاح سازمان مجاهدین اینا رو مدعی که هنوز اعضای خودشون هستن، با گرو کشیدن پول، چون بایستی سازمان مجاهدین به اینا پولشون رو میده، حقوق ماهانه‌شون رو میده، با گرو کشی این الان اینها رو دوربر خودشون نگه داشتن. ولی واقعیت اینه که مبارزه‌ای در سازمان مجاهدین وجود خارجی نداره، صفره و همه از مسئول رجبی بیزارن، چرا که بارها و بارها مسئول رجبی شخص خودش به اعضای خودش خیانت کرده و یکی از خیانتاش سال 2003 بود، اونها رو دم آتش و زیر بمباران و جلوی گلوله‌های آمریکایی گذاشت، خودش در رفیه جلوی سوراخی قایم شد، زنش هم فرستاد فرانسه اونجا در امان باشه. هیچ مجاهدی الان میتونم به 100% بهتون قول بدم که هیچ مجاهدی نیستش که از سازمان مجاهدین راضی باشه و خواهان ادامه با سازمان مجاهدین میشه و بخواد مبارزه بکنه. فصل هشتم، بحران و بنبست رژیم به اطلاع راه حل آلترناتیو دموکراتیک. من در این رابطه اطلاع راه حل آلترناتیو دموکراتیک، من به سازمان مجاهدین پیشنهاد دارم که به جای اطلاع افول بذاره، به جای راه حل از کلمه بنبست استفاده کنه، به جای آلترناتیو پیشنهاد میکنم از کلمه دیکتاتوری استفاده کنه، بخش ویرانگر استفاده کنه، به جای دموکراتیک از کلمه دیکتاتوری استفاده کنه. دموکراتیک، اگر شورای ملی مقاومت دموکراتیکه، چجوریه که وقتی که دو نفر ازش جدا میشن اینجوری نسبت بهشون فحاشی میشه، اینجوری اینها رو مورد توهین و تحقیر قرار میدن، الان هم که سند مزدوری این افراد رو شده که اینا به خاطر پول اونم میلیونی در شورای ملی مقاومت مونده بودن، افراد موضوع بودن. پس این ارگان که به اصطلاح شورای ملی مقاومت، آدم مراسش من زورم میاد که به این ارگان بگم شورای ملی مقاومت، چون شورای ملی مقاومت حرمت داره، احترام داره این کلمه، ضد دموکراتیک، آلترناتیو نیست، جایگزین نیست برای مردم ایران. مردم ایران چیز خشونت طلبانه و ضد دموکراتیک نمیخوان. مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی از طریق راه حل مسالمت آمیز هستن. من الان اگه اجازه بدین، اگر سوالی ندارید، به موضوع پرونده 17 ژوئن و عملیات توریستی اخیر بپردازم. ما از تابستون که با حرکت و فعالیت‌های داعش توی اروپا بهش میگن ISIS روبرو شدیم در سوریه و عراق، که با جنایت‌هایی که اینا می‌کردن شوک بزرگ تو جامعه جهانی ایجاد کرد، و از این شوک قوی‌تر این بود که ما همین افراد رو توی اروپا می‌دیدیم که علناً فعالیت سیاسی دارن، تظاهرات میذاشتن، یعنی با پرچم داعش تو خیابانای آلمان ما شاهد تظاهرات این افراد بودیم، البته با فعالیت‌های سیاسی، با نامه‌نگاری‌ها، با تظاهرات،
خود آلمانی‌ها و احزاب مختلف این فعالیت‌ها به طور علنی برداشته شد، یعنی دیگه اینا نمی‌تونن تظاهرات بکنن، ولی داعش در آلمان حضور قانونی داره، در اروپا هم همینطور. و قطعا ما بعد از مدتی با فاجعه فرانسه روبرو میشیم که میان وسط روز تو خیابان‌های فرانسه میان افراد رو که روزنامه نگار هستن با هر فکر و هر عقیده‌ای میگیرن میکشن. خب شاید آدم ها بگن که خود چه رفتی به سازمان مجاهدین داره؟ خب خیلی درست رفت مستقیم نداشته باشه ولی رفت منطقی داره. طبق پیام مسعود رجوی در 11 آبان ما پیام خشونت طلبانه پیام 11 آبان رو همه شنیدیم و دیدیم که خواهان کشته شدن، خواهان اعدام افراد بود، چه منتقد، چه سران رژیم، چه مجرمین عادی جنایی. در فرانسه پرونده ایبده شوهن یک مهاری بود به وحشیگری های سازمان مجاهدین در اروپا، ولی باز شدن این پرونده و این باز شدن این مهار پشت سرش بلافاصله ما پیام 11 آبان مسعود رجوی رو داشتیم. خب نتیجهش این میشه که وقتی که دولت های اروپایی دست باز به افکار تروریست طلب، افراد خشونت طلب، سازمان ها و احزاب تروریستی میدن، خب چند وقت پیش ماه گذشته داعش عملیات داشت در فرانسه، یک ماه یا چند ماه یا یه سال دیگه شاهد عملیات های خشونت آمیز سازمان مجاهدین در اروپا خواهیم، از فرانسه چه در آلمان چه در سایر کشورهای دیگه. ببینید ما هرچند در گذشته شاهد بودیم به نسبت به جدا شده ها مورد تهاجم قرار گرفتن، کتک زدن، همین آقای سبحانی که شما الان اسمش رو بردین مورد حمله خشونت طلبانه مزدگیران سازمان مجاهدین قرار گرفته بود و عکساش هم هست که به شدت زخمی شده بود. خب از فردا چه امنیتی دارن جدا شده ها از سازمان مجاهدین و هر کسی دیگه بخواد از سازمان مجاهدین جدا بشه در آلمان، در اروپا بتونه راحت زندگی بکنه، امنیت داشته باشه؟ خب تهدید جانی اینا وجود داره. سازمان مجاهدین همیشه نشون داده که وقتی که فشار بالا سرش باشه، وقتی که زور بالا سرش باشه میشینه سر جاش، مثل که بعد سال 2003 که آمریکایی اومدن بلافاصله دو دستی سلاحشون رو تقدیم کردن و گفتن ما اصلا خشونت طلب نیستیم، ما ترورجو هستیم، ما دنبال این کارا نیستیم. در فرانسه هم بعد از سال همون 2003 که پلیس ضد تروریستی ریخت مریم رجوی و باندش رو دستگیر کرد و پرونده 17 ژوئن کلن باز شد از اون روز، اینها شدن افراد سرجو و آرامش طلب و دموکراتی با گذاشتن کنسرت ها و البته میدونیم همه این کنسرت ها با پرداخت پولهای کلان به این مزدوران خودش برگزار میشود. الان که این مهار برداشته شده ما در آینده مثل داعش خواهیم دید که اینها در اروپا و در فرانسه و در همین آلمان اقدام به کارهای خشونت طلب خواهند کرد. نه موقعی که شما صحبت میکردید من مدارکی رو که خود مجاهدین در وبسایت های خودشون چاپ کردن از اینکه چه پول هایی رو به این افراد دادن و حالا که به اصطلاح اونها حاضر نیستن اوامر اینها رو اجرا کنن اینها رو افشا کردن، من دارم اینجا نشون میدم. و چقدر جالب بود که شما گفتید که اعضایی رو که اونجا برای جنگ و به اصطلاح کار بودن اونها رو گرسنه نگه می‌داشته ولی اینجا
حرف از ماهی 5000 فرانک به یه خانومی هست، نمیدونم 4000 دلار به اون هست، 750 دلار به اون هست. و همون جوری که میگفتن باز آقای دکتر قسیم و آقای روحانی هم به اصطلاح در این لیست گفتن که اینها هم صدها و حتی میلیون ها دلار گرفتن. عذر میخوام دوستان، ارتباط ما با آقای غلامی قطع شد. بذارید ببینم که میتونم تماس بگیرم. این اینترنتشون اشکال داره گهگاهی. بله الان هم میدونسته که there is problem، یعنی اشکال هست، و ببینیم که چه میشود کرد. ضمن این که ایشون چون گفته بودن که حالو به اصطلاح احوال مناسبی ندارن به اون صورت که بتونن 2 ساعت با ما باشن، فیلمی رو فرستاده بودن که اون رو نشون بدیم. این فیلم حدود 90 دقیقه است که قبلا هم من در موردش صحبت کردم. فیلم مستندی هست از یه خانواده و اسمش یا اون تیترش هست فیلم مستند ناتمام برای دخترم سمیه. اجازه بدید، به نظر میرسه که ایشون داره تلاش میکنه تا ارتباط برقرار بشه. اگر تا 1-2 دقیقه دیگه نشد، من اون فیلم رو به شما نشون بدم. ضمن این که چون از الان تا آخر برنامه 47 دقیقه بیشتر وقت نیست، من این فیلم رو در طی آخر هفته، یعنی از امروز جمعه، شنبه، یه شنبه و حتی دوشنبه براتون میذارم داخل پلیلیست و به ترتیب نشون داده میشه. خبر خوب دیگه این که شما اگر تا امروز مجبور بودید که برنامه های زنده رو صبر کنید تا به صورت آرشیو ببینید اینها، الان روی صفحه مردم تیوی اگر به مجرد این که وارد میشید به اصطلاح ویدیو شروع به کار نمیکنه، اونجایی که نوشته اگر تصویر یا تصویر رو نمیبینید و صدا رو نمیشنوید کلیک کنید، با هر وسیله‌ای که باشید میتونید برنامه ها رو ببینید. اگر کسانی هستن که در این رابطه مایل هستن تلویزیون مردم رو حمایت کنن، ممنون میشیم. به نظر میاد که ایشون مشکل داره و اینجا هم نوشت کال دراپ. اجازه بدید من از طرف ایشون از شما خداحافظی کنم و یا یه بار دیگه تماس بگیریم، بلکه این دوستمون که اینقدر زحمت کشیده حداقل وقت داشته باشه با شماها خداحافظی کنه و به امید دیدارتون باشه برنامه‌های آینده. بذارید من تماس بگیرم ببینم چه میشود. نه خیر، نشون میده که اینترنت قرمز هست و قطع. این هم باز اضافه کنیم به گرسنگی اعضای مجاهدین که این دوستان میبینید با چه شرایطی دارن این برنامه ها رو تهیه میکنن. وقتی که سازمان مجاهدین برای 10 دقیقه صحبت کردن که آقای مثلا کندی از توی مجلس بیاد توی 4 تا خیابون، چون واقعا فاصله مجلس اینجا با اون اداره وزارت امور خارجه که خود من اونجا بودم و فیلم برداری کردم، میشه بگی 10 دقیقه بیشتر نیست. اینها 25,000 دلار، 15,000 دلار، 30,000 دلار مخارج میگرفتن. ولی این بنده خداها چه موقعی که در سازمان بودن و چه الان میبینید با چه اوضاعی، نمیدونم 40 دلار در 40 یورو در ماه یا گرفتن بسته های غذا و خوراک و اینها دارن زندگی میکنن و با چه تهمت هایی هم باید روبرو باشن و سرکله بزنن. اینجا من در مقام قضاوت نیستم، من حق دارم نظر خودم رو بگم. سازمان مجاهدین به نظر من اون سازمانی که بوده، اون ایدئولوژی رو که مردم به اصطلاح تبلیغ کرده، مؤسسین اولیه‌اش فکرشو کردن، دنبال کردن، متاسفانه نتونسته برسه و کاملا عوض شده. امروز میبینید که بدون اسلحه، از اون ور میگن ارتش آزادی بخش. معنی ارتش اینه که شما توپ، تانک، اسلحه، تفنگ داشته باشید. اینها اونجا با چوب جارو دارن رژیم میرن. از اون ور میگن شورای ملی مقاومت، نه شورایی هست نه ملی هست. از اون ور میگن انتخابات. شما به من بگید آخرین باری که انتخابات دیدی در سازمان مجاهدین کی بوده، به جز اینکه خانم مریم خوشگل زیباست، بیا بگوینم دوستش داری؟ بله دوستش داریم. پس این انتخاب شد، شد رئیس جمهور دائم العمر. منم که رهبر بودم و زایده شدم و خواهم مرد. من اینترنت قطع شده بود، دوباره وصل شدم، من حرف دیگه ای ندارم. نه دیگه، بیان خداحافظی کنیم و بریم ببینیم اگر هستید اولا با شما خداحافظی کنیم. ایشون میگه اینترنتش قطع شده بوده، حالا وصل شده، اقلا این فرصت خداحافظی رو داشته باشن. آقای غلامی،
بله من تعریف کردم که این وضع شما هاست، میلیون ها دلاری که از آخوندها میگیرید و سازمان اطلاعات و اینها، خب یه مقدارش رو خرج کنید، اینترنت های قوی داشته باشید و ولی باز به اصطلاح یادآوری کردم که شما گفتید در زمانی که مجاهدین اعضای خودش رو گرسنه نگه می‌داشت، آقایون قسیم و دیگران با فکل کراوات از این شهر به اون شهر و می اومدن و همه فکر میکردن اینها روشن فکرانی هستن که به خاطر ایده و عقیده خودشون، ولی الان گندش بالا اومده که اینها مزدورانی بیش نبودن به گفته خود سازمان مجاهدین. من برای دوستان تعریف کردم که یه فیلمی رو ما اینجا داریم، ولی گفتم که خوب میشه که اگر شما بتونید بیاین خداحافظی کنید و به امید دیدارتون باشیم در برنامه‌های آینده و اینکه وضعیت بهتری داشته باشید، اینترنت قوی‌تر. دوستان توجه کنید حتی در طی برنامه شما صدای موتور فن لپتاپ ایشون رو میشنیدید که من از اینجا هی سعی کردم این به اصطلاح والیوم رو یا صدا رو کم و زیاد کنم که شما رو اذیت نکنه، ولی اینها با این محدودیت وسایل، با این محدودیت و مشکلات میان صحبت میکنن که افراد دیگه این مثل اینها گول نخورن، به راه اشتباه نرن. حالا این به نظر من قابل قدردانی هست. من به نوبه خودم از اینها متشکرم که میان این رو با من و شماها در میون میذارم. من بیش از این صحبت نمی کنم. قبل از اینکه اینترنتتون قطع بشه شما با دوستان بیننده خداحافظی کنید و بریم اون فیلم رو با هم ببینیم. خیلی ممنون و تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتین که مثلا با بینندگان عزیزم و با خود شما صحبت کنم و حرفامو در میون بذارم باشون. امیدوارم بازم فرصتی باشه برای دیدار مجدد و حرفای جدید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدی دیدارم. ممنونم از شما. ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم در کارها و هدفهاتون پیروز باشید و بتونید به دیگران کمک کنید. ممنون. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای غلامی بودیم از آلمان و بریم با فیلمی که گفتم این دوستان فرستادن برنامه رو به اتمام برسونیم و این فیلم رو به صورت کامل من در طی برنامه‌ها بازپخش خواهم کرد و شما چه از تلویزیون و وبسایت مردم تیوی و چه از آیفون و آیپد و اینها میتونید اینها رو ببینید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، مخصوصا کانون آوا که به طور منظم برنامه‌هایی رو دارن 12 ظهر به وقت واشنگتن از تلویزیون مردم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. اینجا خونه من تو کاناداست. دور هم نشستیم و فیلم های قدیمی رو نگاه میکنم، فیلم هایی که خاطرات تلخ و شیرین زیادی رو زنده میکنن. فیلم های خانوادگی چیزهای با ارزشی هست. هرچی از عمرشون میگذره با ارزشترم میشن.
به خصوص برای آدم هایی که سرگذشت عجیبی مثل ما داشته باشن. آقا مرتضی بعد از چند ساعت نگاه میکنی؟ چند ساعت؟ فیلم های خانوادگی چیزهای مهمیه. یه وقتایی حس میکنم لحظاتی از این فیلم ها همه اون چیزیه که توی این دنیا برام باقی مونده. برای هممون اینطوری، برای محبوبه، برای محمد، برای حوریه، برای مرتضی و برای من. سلام، خسته نباشی. فیلم خانوادگی حدود 8 سال